این جهان متعلق به این ایران جهان زشتی است، جهان کثیفی است. از 100 سال پیش که این ایران رو ساختن، این کورپوریشن رو ساختن، فقر است، فحشا است، نابودی است، گرسنگی است، قحطی است، بی اخلاقی است، بی وجودی است، سرکوب است، رنج مضاعف است، نابودی این سرزمین است، اعتیاد است. چه جهان کثیفی متعلق است به این ایران و شما صاحبش هستید. چه جهان پررنج کثیفی است که شما بهش افتخار میکنید، ولی کرور کرورتون دارید فرار میکنید از این جهان کثیف ایرانی. پناهنده به کشورهای غربی میشید، یهودی میشید، مسیحی میشید، بی هویت تر از همه شدید. این اون جهان ایرانی است که شما دارید تصورش رو میکنید اینها دارن براتون میسازن. کیهان شریعت مداری پاستون میده به وایس آف امریکا، وایس آف امریکا پاستون میده به BBC، BBC پاس میده به علی جوانمردی، علی جوانمردی میزنه تو گل روح الله زم. شما هم همه سوت و کف میزنید. اعتراضات داریم میکنیم و مبارزات مدنی داریم میکنیم و خیلی آدم های باحالی هستیم. خروجیش این میشه که شما این مرتیکه اطلاعاتی، این محمد نوریزاد. ما از بعد از جریان هاشمی رفسنجانی تمام شامورتی بازی هایی که سپاه پاسداران در آورد رو گفتیم مهندسی شده سپاه پاسداران، گفتیم این کار امریکاست و غربه و این پیزوری های تریاکی فاسد در حد اجرا کردن این برنامه ها نیستند. این کورپوریشن یهودی و این مدیرانش این قدیر نیستن. آمریکا هم عددی نیست، بعضی ها بسیار نخنم است، بسیار کودکان است و همین رو میفهمن، ولی خب توهم رو به این مردم دادن. مثلا شما بازی رو نگاه بکنید، یهو چرا جمهوری اسلامی قرارداد 25 ساله 400 میلیاردی با چین رو رو میکنه؟ چرا داره در بوق و کرنا میدمه بابت این قرارداد؟ چرا همه دارن درباره این قرارداد بزرگ نمایی میکنن؟ جمهوری اسلامی که تحریمه، چین امروز یک بشکه نفت از ایران نمیتونه بخره، چطور میتونه باش قرارداد 25 ساله 400 میلیاردی داشته باشه؟ چرا اینو بولدش میکنن؟ داستان چیست؟ چرا وسط اعتراضات جورج فلوید که آقای دونالد ترامپ به شدت افت کرده بود، اینا معاوضات گروگان ها رو کرده و جمهوری اسلامی گروگان های آمریکایی را آزاد کرد؟ میخواد چیکار کنه جمهوری اسلامی؟ میخواد به شماها بگه ببینید سیستم جمهوری اسلامی ناکارآمده، وضعمون خیلی بده، ما نبایستی صبر کنیم تا ترامپ بره نفر بعدی بیاد، بایستی بریم خدمت آقا ترامپ باش مذاکره کنیم که چه بشه که آقای ترامپ بتواند از این برگ برنده ایران در انتخابات آتی استفاده بکند که بر علیکه قدرت بماند. مگه نوریزاد نمیگه قاسم سلیمانی رو برش کشتن؟ مگر ما این رو تحلیل نکردیم؟ دیبیت ما هست در مورد کشته شدن قاسم سلیمانی و کی کشت و چرا کشت. حالا بایستی شما از زبان بقیه بفهمید، بشنوید. کسانی که کاری نمی کنن، شما چه کاره ای تو این سرزمین؟ روی صحبتم با مردمه، چه کاره ای؟ داره واضح بهتون میگه لوژ لندن داره براتون کار میکنه، این داره مهرچینی میکنه، اینا همه فرامیسینرن، اینا همه یهودین، اینا یه مش پدر سوختن، تو هم هیچ کاری نمیتونی بکنی. این ایران شرکت بازرگانی اینه، دولت شرکتیه، تو هم شدی دایه مهربان تر از مادر، افه میهن پرستی میایی که یه چیزی نصیبت بشه، که لقمه نانی نصیبت.